در مورد این برنامه نظرات مختلفی دیده میشه. اغلب شخصیت های دانشگاهی و یا کسانی که به هر حال رده علمی بالاتری دارن اینها تلفن میزنن و دائما از من میپرسن که آقا فلان مطلب دیگه برای ما خوب نیست. ببینید، من اصلا قصد اجرای برنامه برای روشنفکران رو ندارم، چون چیز زیادی ندارم به اونها بگم. ممکنه بخشی از برنامه هم به درد کارشون بخوره به خاطر شخصیت هایی که افتخار حضور میدن و تشریف میارن، ولی من بیشتر فکر میکنم که مردم باید از یک برنامه استفاده بکنن و چیزی برای مردم باید داشته باشه. بنابراین این برنامه ها ممکنه مایه روشنفکری داشته باشه، ولی برای روشنفکران نیست. هر چقدر من بتونم به زبان مردم نزدیکتر بشم، برنامه خودم رو که با همکاری دوستانم تهیه میشه موفق‌تر میبینم. خانم و آقایان، بعد از این مقدمه بسیار طولانی اجازه بدید به جناب دکتر فرهنگ اولاکویی خوش آمد بگم. خوش آمد دایی دکتر. بسیار متشکرم، خدمت شما و بینندگان خوب عزیزتون سلام عرض میکنم. هفته گذشته در بحث گذر از سنت به مدرنیته و مدرنیسم به اونجا رسیدیم که شما گفتید که در واقع امروز سه تا به اصطلاح ستون اساسی در تفکر در جهان وجود داره، یکیش علم، یکیش فلسفه است و یکیش مذهب. و شما اشاره کردید که مشکل در این سه تا پایه در این است که این مذهبی که اغلب به حد حدود خودش قانع نیست و میخواد دسترازی هم بکنه به علم. ممکنه خواهش کنم در مورد این سه پایه توضیح بدید، چون بعد یه چیزایی رو هم فرمودید که بسیار اساسیه، مثلا در مورد گذر از سنت به مدرنیسم شما یک مراحلی رو گفتید، مثلا فرمودید از نظر اقتصادی باید این مراحل طی بکنیم و راه حل های موجود چگونه است، حالا اونا رو بهش میرسیم، ولی اگر ممکنه در مورد این سه پایه توضیح. من فکر کنم گفتگویی که با شما داشتم این بود که ما سه تا شناخت، آگاهی، سیستم درک و فهم، هر چی بخواید نامش رو بگذارید، داریم. یکی علمی، فلسفی و مذهبی. علتش هم اون چیزی است که هم در طول تاریخ بوده، هم انسان به عنوان ویژگی‌های انسانیش داره. از یک طرف ما در جهان طبیعت زندگی می‌کنیم، موجود مادی هستیم، با جهان مادیات یا ماده در ارتباطیم و قواعد و قوانین داره که اون رو کشف کردن و ازش ما به نفع خودمون اونجا که بشه، برخی از اوقات هم به ضرر دیگران، ولی به هر حال از اون استفاده میکنه. در این حال انسان خارج از این جهان فیزیکی، مادی و طبیعت به دلیل عقل که متفاوت است با آنچه که در جهان ماده و طبیعت است بر اساس اصل این همانی یا کازالیتی، بر اساس اصل اویدنس کار میکنه و ضمناً توانایی های خلاق و سازنده و جوشان اون یه مقدار پرسش هایی داره که این پرسش ها بر اساس تعریف علم به دنیای علم ارتباطی نداره و بنابراین طی تاریخ تحول و تطور در جهان یا حتی تکامل اینا به عنوان پرسش های فلسفی مطرح بوده و افرادی به عنوان فیلسوف به اینا جواب دادن که درست پایه واقعی و علمی داره و درسته که از استدلال عقلی استفاده میکنه، ولی موضوع علم نیست. و بعد قسمت سومی که ما داریم به عنوان یه نوع شناخت مذهبی که نگاهی به فراسوی ماده و عقل انسانی داره و پرسش هایی رو مطرح میکنه و پاسخ هایی رو داره برای آنچه که به عنوان نظام باورها و اعتقادات و به طبیعت مرتبط نیست، به قول بوعلی سینا به قبل از طبیعت یا به قول امروزا به بعد از طبیعت مرتبط، ما بعد و طبیعه، که غالبا به معنی فلسفه اولا یا الهیات که مباحث آنجهانی و خداست. عرض بنده این بود که اگر این سه تا تفکیک رو بپذیریم و حوزه و حریم هر کدام رو مشخص کنیم، احتمالاً با سه تا شناخت روبرو هستیم. ممکنه عده‌ای باشن که علاقه و توجهی به مسائل مذهبی نداشته باشن، عده‌ای در گروه بحث‌های فلسفی نباشن و عده‌ای خیلی کمی با وجود استفاده از واقعیت و علم و عقل به جهان مادی
و این دقیقاً مثل تفاوتی است که شما اینکه ورزش بکنید یا کتابی بخونید یا فرض کنید سازی بنوازیده، یعنی فقط یه انتخاب است و یه ترجیح. ولی همونطور که به درستی اشاره فرمودید، اگر هر کدام سر جای خودشون بیستند و با تعریف خودشون و ادعای خودشون بمانند، اشکالی هم آنچنان به وجود نخواهد اومد. و همونطور که شما در ارتباط با همسرتون، با فرزندانتون، یه جنبه مادی دارید، یه جنبه انسانی دارید، یه جنبه پدری دارید، جنبه شوهری دارید، هر کدوم از اینا وقتی سر جای خودش باشه احتمالاً کار خودش رو میتونه به درستی انجام بده. و این همون مسئله نظم در خلقته که هر چیزی سر جای خودش باید قرار بگیره. وقتی نظم شما به هم میزنید، مسائل و مشکلات هم پیدا میشه. و این گفتگویی که هفته گذشته شاید در آخر صحبت بهش رسیدیم، یه چنین گفتگو بود، حالا بر مبنای اون دکتر یا هرچه برتبه خب نکته این است که هر چقدر علم توسعه پیدا میکنه قاعدتا و شناخت دقیق از جهان هستی برای بیش بشر مقدور میشه، قاعدتا دایره بر مذهب تنگتر میشه و مذهبیون بیشتر احساس هراس میکنن، چون بشر وقتی توانست روابط علی و علمیه بین پدیده ها رو پیدا بکنه، خب دیگه دلیل نداره به مذهب متوسل بشه. در واقع روز به روز اون چی که برای مذهب باقی میمونه سهم کمتری پیدا میکنه. آیا این یک عامل حراس برای مذهبیون نیست؟ ببینید این که چه نتیجه گیری میکنن یا شما به حراس و ترس اشاره فرمودی، بذارید یک کمی قبلش برگردیم. اول این که درست مثل این است که یه بچه ای از پدرش سوالی کنه و پدر کمدان یه پاسخی به بچه بده. خب مادام که ما با کودک سر و کارمون هست، پدرم یه جوابایی رو میده، ولی ای بسا این جوابا نه درسته نه دقیقه. و بعد یه دفعه بچه میره به دبستان، میره به دبیرستان، با آشنایی که با فیزیک یا شیمی یا هر چیز دیگه پیدا میکنه یا بیولوژی، متوجه میشه که نه، اون پرسشش پاسخ دیگری داشت. حالا اینکه شما من بفرمایید در طول تاریخ ادیان و مذاهب یه پوششی بر روی علم و فلسفه داشتن و اصولاً کار علمی و فلسفی در دل ادیان و پیروان ادیان بوده، حتی بزرگان ما با اتکای به مذهب حرفاشون رو در زمینای مختلف متفاوت زدن، حالا حرف این است که پدر خوب و عزیز، مادر گرامی، با همه خوبی و مهربونید، و اون که در اون زمان این که فیزیک و شیمی و بیولوژی نبود و بچه هم نمیتونست، تو یه جوابی دادی و ذهن خلاق و پرسشگر او رو یا کنجکاو او رو به نوعی همچنان تر و تازه نگه داشتی. حالا که تحویل دبستان و دبیرستان و دانشگاهش داری، حالا دیگه ممنون از لطفتون، ولی حالا ما میتونیم فیزیک و شیمی و بیولوژی یاد بگیریم و پاسخ پرسش ها رو پیدا کنیم و عمل کنیم. حالا اگر پدر یه دفعه بگه من حالا وحشت میکنم که دیگه دانشمند نیستم و جوابای بی خودی رو که قبلا دادم رو دیگه نمیتونم بدم و ناراحت بشه، خب اون بیشتر به خودخواهی و نادانی مرتبطه. به همین جد است که بسیاری معتقدن اصولا حضور و وجود ادیان یا پیروان ادیان به این حریم بوده که اون کار رو خراب کرده و ارزش و اعتبار رو اگر هم بوده در جای خودش از میان برده. و به همجه است که شما چه میشنوید؟ تفکیک علم از اعتقاده، تفکیک دین از سیاسته، تفکیک دین از کار تکنولوژیه. یعنی این تفکیک رو اونجایی که به این موضوع مرتبطه رو امروز همه میپذیرند و میپسندند. و باز به همین دلیلی که شما در کتابای فیزیک و شیمی و ریاضی و بیولوژی و هرچی تاریخ و جغرافیا بحث و گفتگوی در باره مسائل و موضوعی مذهبی ندارید. و باز به همین دلیله که بسیاری از مردم وقتی به معبد میرن، هر معبدی که هست، یه نوع دیگه از حرفا، یه نوع دیگه از صحبتا که مربوط به اونجاست رو میشنوند و یا اون رو انتظار دارن. حالا اون کسانی که کوشش میکنن یه جور اینا رو به هم مرتبط کنن، در برخی از موارد هیچ ارتباطی چون با هم ندارن، فقط گرفتاری و در سر روز کن. به من میگید روزی که در قرون وسطا کلیسایی که حاکم بود بر علم و فلسفه و حتی فن و تکنیک و تکنولوژی و همه چیز، وقتی که در مقابلش ایستادند و نگاه دیگری به دنیای علم کردن یا فلاسفه حرفی مختلف و متفاوت زدن، پریشان شد، حتما دست به نابودی و کشتار اونها زد حتما. و بنابراین اونجاست که حرف شما درست است،
ماجرا فقط هراس نبود، ماجرا در حقیقت رسیدن به یه مرحله‌ای بود که من تمام قدرت و اقتدارم رو دارم از دست میدم و چون زورش رو داشت ازش استفاده کرد، ولی از اونجایی که در مقابل نیروی اندیشه‌ای که دورانش به سر اومده هیچ ارتشی قادر به مقابله نیست و دیر یا زود از هم پاشیده میشه، اون اتفاقی افتاد که افتاده. حالا اینکه هنوز بقایاش اینجا اونجا وجود داره همچنان هست، ولی یه واقعیتی است که از نظر تاریخی به راحتی میشه اون رو شنید. مجبورم به یه نکته اشاره کنم که این تنها ادیان نبودن، ایدئولوژیان بودن که با پیشرفت‌های علم مخالفت کردن. افکار و عقاید داروین رو خیلی از آدمایی که به خدا باور نداشتن باش مخالفت کردن، برای اینکه با اصول ایدئولوژی اونها سازگار نبود. افکار و عقاید فروید رو به جنگش رفتن چون دلشون نمیخواست انسان رو اونگونه ببینند و تعریف کنند. بنابراین هر باور و اعتقادی هم از این که برچسب فرهنگی داره، ایدئولوژیک داره، مذهبی داره، روزی که به خودش اجازه میده وارد حریم علم و طبیعت بشه به دلیل غلط بودنش، برای که نمیتونن دانایی رو داشته باشن، با مسئله روبرو میشه. شما وقتی 700 سال قبل، 7000 سال قبل میخوای پاسخ بدید به سوالات طبیعی و هیچی نمیدونید و فقط اظهار عقیده و نظر میکنید و داستانهایی میسازید، اونم کودکانه، مثل که به بچه 2 ساله و 3 ساله دارید حرف میزنید، خب معلومه بعدن وقتی که پرتو خورشید خودش رو نشون میده و روشن میشه، هر کسی که بخواد ببینه و چشمی داشته باشه میتونه اون رو که مختلف و متفاوته ببینید. این در خصوص داستان خلقت هست، وجود موجودات هست، حوادث و اتفاقات گذشته در پرتو دانشی که حتی ما درباره علم تاریخ داریم، غلط بودن و بیهوده بودنش رو یا غیر معقول و منطقی بودنش رو همه گونه نشون میده. ولی اگر کسی میخواد همچنان به باور پدرش و مادرش یا پدر بزرگ و مادر بزرگش بچسبه و به اون بسنده کنه، این انتخاب اوست. آقای دکتر، این مسئله به اصطلاح گذر از سنت به مدرنیسم در ایران، مدرنیته و مدرنیسم در ایران، همونطور که خود جناب عالی در برنامه قبل اشاره فرمودید، داستانی است که از پایان جنگ‌های ایران و روس در دوران فتحعلی شاه آغاز میشه و میاد به جلو. مانع اصلی نهادی نشدن مدرنیته در ایران آیا همین ریشه‌های قوی مذهبی و مقاومت مذهبی نبوده یا یکی از مهمترین عواملش نبوده؟ مدرنیته کمی بوده، برای که فرض بفرمایید در مدرنیته که با استفاده از علم و دانش و فن و تکنولوژی امروزه خب مقاومت‌هایی داشته. ای بسا فرض کنید اگر شما می‌خواستید از ماشین استفاده کنید در مقابل نیروی کار، میتونست حتی کارگران باش مخالف بودن، طوری که بودن. وقتی شما میخواید فرض کنید که یه چیزی مثل شکر یا قند درست بکنید، به دلیل مخالفت ها شما ممکنه به گونه دیگه باش برخورد کنید. حتی مخالفت با اتوماسیون یا در حقیقت به نوعی اتوماتیک شدن دستگاه رو بسیاری به عنوان خطر جدی تلقی کردن که اصولاً کارگران رو از کار بیکار میکنه و گرفتار میکنه. بنابراین در مقابل مدرنیته مقاومت کمی بوده، ولی نه اونقدر. به هر حال رادیو و تلویزیون و اتومبیل و هواپیما و اینا ذره ذره آمده. این که فرض بفرمایید اجانب و نجسان یه چیزی درست کردن پس ما نباید به اون دست بزنیم، نباید از وسایل اونا استفاده کنیم، نباید لباس اونا رو بپوشیم، حالات اونا رو داشته باشیم، به هر حال برای یه عده‌ای به عنوان موضوع و مسئله مطرحه. حتی در این که حتی چه پوششی داشته باشیم، چگونه کفش و فرض کنین حتی کلاهی داشته باشیم. حتی الان شما برخی از اوقات آدمایی رو میبینید که دلشون میخواد برگردن به گذشته. در مقابل مدرنیسم مسئله هستی بوده، چون مدرنیسم یعنی انسان امروز و همونطور که عرض کردم 12 قسمتی که من میشناسم از نظر روانی اجتماعی که اونجا مقاومت بوده، درباره خانواده مقاومت بوده، پرورش تعلیم تربیت بوده، آموزش و پرورش بوده، جهانبینی فلسفی بوده، مسئله اخلاق بوده، اوضاع اقتصادی بوده، سیاسی بوده، حقوقی بوده، فرهنگی بوده، اجتماعی بوده، اونجا همه جا
همیشه مقاومت بوده و به همجاست که شما خیلی راحت و آسوده میتونید هر موردی رو که شما بخواید مقاومت ها و مخالفت ها رو میتونید به راحتی ببینید، از حتی وضعیت اقتصادی گرفته یا سیاسی گرفته. شما وقتی که با سنت در ارتباطید ماجرای حکومت یه تعریف داره، ماجرای قانون یه مسئله موضوع داره، مقررات مربوط به مجازات مربوط به اون تکلیفش رو روشنه، یه پدیده سنتی است با تمام تعریف ها و تفکیک هاش. در حالی که وقتی شما وارد مدرنیست میشید حرف این است که ما یه روابط اجتماعی داریم که باید به قول مونتسکیو در مقدمه کتاب روح القوانین این روابط رو شناخت و قوانینش رو کشف کرد، نه قوانین رو وضع کرد. با توجه به هدف ها با کشف قانون، مثل آنچه که در دنیای علم میکنیم، بتونیم اتومبیل یا هواپیما رو بسازیم، اینم از اون استفاده کنیم. در حالی که موضوع فرق میکنه، در سنت شما اول جوابو داری تا بالاخره یکی پیدا بشه سوالو مطرح کنه. در سنت شما جواب قطعیه، جواب ای بسا فطریه، همیشگیه، همگیره، همه زمان و مکانه است، دیگه جایی برای گفتگو باقی نمیگره. مثلا به قول معروف وحی منزله، یعنی حرف اول و آخره، به اصطلاح فصل الخطابه، یعنی حدیث که خوب و بد، درست و غلط رو تفکیک میکنه. فقط شما کافیست مراجعه کنید و اون رو پیدا کنید. در حالی که شما الان نگاه کنید به یه محیط مذهبی، تمام مدت کوشش اینه که اون تکس رو بفهمیم، در حالی که در محیطهای علمی همه میخوان آنچه رو که میفهمیم رو رد کنن. شما به یه سمینار علمی تشریف ببرید، تمام مدت کوشش به جهت رد و نفی اون چیزی است که تا به امروز قبول داشتیم و باور داشتیم. در حالی که شما به یه سمینار مذهبی برید، تمام مدت کوشش کنن حرفای تازه غالب اوقات نامرتبط رو بیارن اثبات کنن عقاید قدیمی رو. خیلی تفاوت جدی و اساسی وجود داره. آقای دکتر، آیا مذهبیون، چون من یک کلیپی رو دیدم، البته یه دونه نیست، چندین کلیپه، با برنامه های شما، با سایر شخصیت هایی که در زمینه مسائل خانوادگی و روان شناسی در خارج از کشورم کار میکنن، تا حد زیادی آشنا، ولی من در این کلیپ دیدم که یک آقای ملایی با لباس آخوندی که من نمیدونم تأثیراتش چی بود، تمام مفاهیم علمی شما رو در مورد رابطه جنسی که خیلی هم با شرم و حیا از طرف شماها بیان میشه و شما خودتون به من گفتید که محدودیت دارید نظر اخلاقی برای طرح این مسائل، ایشون به نحوی مطرح میکرد که من حقیقتش حیرت زده مونده بودم. یعنی هیچ سکسولوژیستی به این بی‌پروایی در واقع به طرح مسائل رابطه زن و مرد نمی‌پردازه، یا لااقل من نشیندم از زبان کسی. آیا این یه تقلبی نیست که مذهبیون میکنن؟ میخوان به خودشون یک روکش مدرنم بدن که جماعت رو از دست ندن؟ بدون تردید. به هر حال ببینید، در جهت نگه داشتن اقتدارشون و یا ثروت و حرمتشون بسیار طبیعی این کار میکنن، همیشه شده. حتی میدونید، نمیخوام وارد بحثش بشم چون وارد این جزئیات نمیخوام بشم، در ایران یک کسی یک کتابی نوشت درباره علم یک کسی که ترجمه بود از یک متن فرانسه، که اصلا اون آدم فرانسوی وجود خارجی نداشت، این آدم یه اس ساخت بود با یه آدم و کتابی ترجمه میکرد و مردم هم این کتاب جز معروفترین کتاب هست. اجازه بید اسمش نگم چون به ایده میدونم بر میخوره، که حضرت این چیزها رو گفتن. نویسنده اصلا وجود خارجی نداشت، ایشون اصلا ترجمه نکرد بود، یه آدم زرنگی بود که چند جلد کتاب دیگه داستانی هم نوشته بود. اینم با توجه به سرم که فرض بفرمایید، چه اشکالی داره که من مثلا بگم حضرت فلان درباره این که آب مثلا اکسیژن و هیدروژن داره چنین فرمودن،
بعد یه توضیحاتی هم بدم. خب یه فکت امروز علمی رو بگیرم به ایشون نسبت بدم و اینا رو پشت سر هم بذارم، فقط یه جوری اینو ارائه بدم که مثلا باز زمانهای قدیمه که کسی با اون هم حرف با اون واژه ها کار میکنه. البته بعضی وقتا هم اشتباه میکردم، مثل که شما مثلا بنویسید خودکار از دستش افتاد 700 سال قبل. خب ما احتمالاً 700 سال قبل خودکار نداشتیم، اونجا بند و آب دادید که شما امروزه چیز نوشتید، از اونا رو میشد دید ولی باید با یه دقتی بشتیم. ولی با زیرکی فوق العاده و خودش هم قبول داشت اینا رو در آورده وقتی زیر فشار قرار گرفت. خب حالا شما وقتی که در یه جامعه هستید که مردم تو اونجا میتونن نسبت بدن یا با تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب یه موضوع به یه موضوع دیگه بچسبونن، درست مثل مثال خنده‌داری که ما مدعی بشیم که اتم رو ما میدونستیم، ما کشف کردیم، دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در نهان بینی. خب این بحث نوترون و پوزیترون و الکترون و هسته است، ولی کسی که این حرف رو زده هیچی راجع به هیچی دیگه اتم نمیدونسته و بنابراین این حرف هیچ معنایی و ارتباطی به این موضوع نداره. من بارها عرض کردم بچهای 3 ساله رو شما تیپشون بکنید، بعد یه دفعه ببینید یه حرفایی میزنن که بحث اصلی دوره دکترا فلسفه است که سر کلاس‌ها بحث بشه، یا بحث‌های علمی و حتی روانشناسی و جامعه شناسی است، ولی یه کودک 3 ساله گفته برای که جمله است. از این کارا فراوون شده، بنابراین حتما استفاده میکنن. شما نگاه کنید به جنبشی که در ایران اتفاق افتاد که منجر از یه جهاتی زمینه رو برای انقلاب فراهم کرد. یه عده آمدن از غرب و مسائل حتی فکر کنید مارکسیستی و مسائل سوسیالیستی اینا رو آوردن مرتبط دادن به موضوعهای خاص مذهبی و از توش داستانی درست کردن. یعنی شما در حالی که فرض بفرمایید 100 هزار جمله داشتید که 95 هزار تاش اصلا یه چیز دیگه بود، یه دونه از اینا پیدا شد که با اون باورهای شما همخوانی داشت، اون رو کشیدید بیرون و گفتید بفرمایید ببینید چه فرمودن، ولی به بقیه سیستم ذهنی کاری نداشتن. یعنی من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، مثلا من و شما میشیم پشت مثلا دست ماشین تایپ یا کامپیوتر همینجوری بزنیم، ای بسا یه لغت جالب یه جمله جالب هم از توش در بیاد، ولی اصلا ما نمی‌دونیم چی رو داریم تایپ میکنیم. و بنابراین موضوع اینه که آیا این سیستم به عنوان یه مجموعه توش حرفی بوده یا نه. یعنی شما یه کتاب فیزیک رو برمید از اول تا آخر فیزیکه، مطلب حتی غلط هم ممکنه توش برخی از اوقات باشه ولی اقلا تکلیف روشنه، ولی وسط یه بحث کاملا غیر فیزیک یه جمله دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در نهان بینی، یا مسئله فرض کنین خورشید دور زمین میچرخه یا زمین دور خورشید میچرخه، مرتبطش کردن به موضوع. اونم جالب اینه که مثلا فرض کنین 2000 سال هیچ کس اونو نفهمیده، حالا ما فهمیدیم. خب فایدهش چی بوده اون زمانی که گفتن؟ بله اصلا مرتبط به موضوع نبوده، گفتگوهای قبل و بعد نداشته. شما نمیدید بشین راجب خلقت و طبیعت صحبت کنید اونم بگید وسط یه جمله ای که شما درباره یه موضوع کاملا بیگری داشتید حرف زدید، این جمله گفته شده. تازه برفرض که این جمله اصلا گفته شده، برای که ما الان شما حتی بیدید آقای کری شما دیدید که صحبت میکرد وزارت امور خارجه از وحشت اینکه ما با ترجمه شید چیز دیگه بشه آمدن زیرش خودشون نوشتن که آقا این ترجمه رسمی ماست. البته من نتونستم بخونم که حالا چند روزه درست بود یا نبود، چون این مترجمین برخی از وقت خیلی هم مترجمین خوبی نیستن، ولی اینقدر ترس هست از یه چیزی که متنش ضبط شده است، تصویرش هست، حرفش هست، هنوز ما وحشت برداشت‌های مختلف و متفاوته. چرس به اینکه چیزی 700 سال قبل 2000 سال قبل به کسی گفته. من برخی از اوقات وقتی که این دوستان تو رادیو تلویزیون میگن خدا اینو گفت اون گفت، چون ما تو مبهوت میمونم این دقت رو از کجا میرم. بعدم جالب اینه که بسیارش هم تو گفتم جملات امروزیه، اصلا ترکیب جمله در اون زمان نمیتونسته وجود داشته باشه، یا لغاتی که درش هست اصلا معمول و مرسوم نبوده که شما از همون لغات بخواید استفاده کنید. به همین جهت است که حتی شما نگاه کنید به مباحث مهم و اساسی مثل عقل، مثل عشق، مثل خدا، حتی مثل پیامبر، شما وقتی نگاه میکنید به تاریخ خود ما میبینید در زمانهای مختلف این ماجرای عقل از کجا تا کجا رفته، حتی عشق از کجا تا کجا رفته، یه مفاهیم اینچنین آشکار. حالا چه رسه به مطالب جزئی. بنابراین به من میفرمایید ببینید آدم باورمند باید بره بگرده و نشون بده این چیزا درستن،
و اون وقت است که وارد حریم اثبات میشه. تو این اثبات که گرفتاری است و اینجاست که کار خرابه. شما میدید در تجزیه و تحلیل های روانشناسی گفته میشه اینکه شما به من بگید این باور منی میتونم بفهمم، ولی اینکه بیاد بگید باور من علمی، عقلی، منطقی، واقعی میتونم اثباتش کنم قصه دیگری است. همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، شما میتونید بگید من به روح باور دارم و بشینید کنار، چه دلیلی دارید؟ هیچی، باور دارم. ولی اگر اومدید گفتید من میتونم از نظر علمی حضور و وجود روح رو ثابت کنم یا از نظر عقلی و استدلالی، اون وقت است که باید بدونید مطلقا از عهده این کار بر نمیاد، هم بر اساس تعریف علم، هم بر اساس تعریفی که اگر در آغاز در مورد روح میکنید که غیر ماده است. و بنابراین شما خیلی راحت میتونید جلوی آدم بیستید. به همین دلیل است که بنده بسیار از اوقات وقتی دوستان حرفایی از این قبیل میزنم میگم از قبل به تو میگم غیر ممکنه، اگر حالا فکر کنی ممکنه بیا جلو ببینم چی میگه. از همون اول شما در جمله اول یه فرضی رو میکنه که اون فرض اصلا اثبات نشده است و اگر شما اونو نپذیرید تمام سیستم به هم میریزه. بنابراین به من میخواهید بفرمایید که در طول تاریخ این کارو همگان کردن میکنن، درست مثل پدر و مادر. بچه برمیگرده میگه چرا نرم از خونه بیرون، پدرمادر یه استدلالی میکنن دروغی. بچه برمیگرده میگه چرا آب نبات نخورم، یه توضیح برش میده. من و شما به عنوان پدر و مادر در ارتباط بچه به دلیل ضعف و ناتوانیمون و عدم آگاهیمون و نداشتن ارتباط خوب به بچه ها، صبح تا غروب داریم به اینا دروغ میگیم و صبح تا غروب داریم افکار و عقاید خودمون رو یه جوری ثابت میکنیم. حتی حرفایی که من رو خط رادیو تلویزیون میشم، من دلم خانمی آمد به من میگفت که این بچه من 8 ماه است، وقتی بهش میگم مثلا یه کاری میکنم یه جوری وانمود میکنه نمیکنه. ترس من اینه که ای بزرگ بشه بهش میگم سراغ مواد مخدر نری، وقتم باز محلم نگذار. شما فکر شو بکنید، یعنی یه مادر به خودش اجازه میداد که من باید به این بچه دستور بدم عمل کنه، برای که وقتی شد 14 سالش یا 18 سالش گفتم مواد مخدر مصرف نکن به این دلیل بگه باشه. و شما فکر کنید وقتی یه مادر میتونه استدلالش این باشه با همه مهربونی و حسنیتش، دیگه چه جایی باقی مونه برای سوداگران زر و زور و زر؟ دکتر بیننده ای حد زدن و نام کتاب رو اعلام کردند و نام مترجم را اعلام کردن. شما مشکلی دارید با اینکه من این ایمیل رو بخونم؟ من نمیدونم، میخواید نمیدونم، میخواید بخونید بخونید، مسئولیتش با شما و ایشون. تا آخر برنامه وقت داریم، بذارید یه خورده پیش خودم در خلالی که دکتر جواب میده تلفظ باشه بعد از آگهی. میخواید پیام های من ندارید، باید پیام ها رو بشنوید، چون من اصلا حوصله دردسر و به حرف تازه ندارم. شما میخواید، شما چون تست چرا دکتر، شما که ماشاءالله هر روز با حرف های تازه مواجه میشید. ولی حرف های تازه دود از کله آدم بلند میشه. نه، حرف های تازه ای که دود از کله بلند میشه چه کاری؟ من میترسم دود از یه جای دیگه بلند بشه با برقی از این حرفا، اونجا گرفتاری است و اصولا حوصله این که چیزی مردمی رو اذیت کنه ندارم. دکتر حالا تا آخر برنامه فرصت بدید، شاید در موقع تنفس من بتونم موقعی دکتر رو، یعنی گرچه ایشون میگن که اگه مسئولیت چه قبول میکنی کار خودتو بکن، ولی چون ایشون مطرح کردن ماجرا رو، من یه خورده مأخوذ به رعایت اصولی هستم. آی دکتر، شما معتقدید به این که گذر از سنت به مدرنیسم یه شرایطی میخواد؟ از نظر اقتصادی شما معتقدید که مسئله تولید باید حل بشه، مسئله توزیع باید حل بشه، مسئله غذا و امنیت خاطر مردم باید حل بشه؟ در این موارد میخواید توضیحات بیشتری بدید؟ چون خیلی مسئله که مطرح میکنید مسئله اساسیه. و بعد در ادامه این بحث، چون میدونم که خواهید رفت به اون مرحله، صحبت از این میکنید که راه حل رو برای جامعه بشری سوسیالیسم لیبرال دموکرات میدونید، یعنی طرز تلقی سوسیالیستی مبتکی بر لیبرال دموکراسی. حتی اگر شما اون سه تا سیستم کمونیست و کپیتالیست رو داشته باشه، این کمونیست و سرمایه داری و وسطش سوسیالیسم باشه، نه سوسیالیسم علمی، چون این برای من مهمه که در حقیقت همون کمونیست و مارکسیسته، وقتی این سوسیالیسم لیبرال و دموکرات باشه یه ترکیبی درست میکنه که در مقام مقایسه با اون دوتا سیستم حتما بهترین و یا کمترین بده. و به همین جهت است که من اساس و پایه اون رو
که تا حدود محدودی مالکیت خصوصی رو میپذیره، اونم در یه زمینه‌هایی، ولی در زمینه‌های کلی نظر و نگاه دیگری داره و اصولاً به دلیل پایه‌های اومانیستی یا در حقیقت انسان مداری او اساس کار رو در انسان میدونه، نه در سرمایه، نه در تولید، نه در کار، نه در ماشین یا هر چیز دیگه که مربوط به جهان اقتصاده. کاملا حق با شماست. یعنی اگر این سه تا سیستم رو بشناسیم، طبیعی است که در حقیقت ما آمدیم احتمالات یا گزینه‌های مختلف رو در دو سوی یک طیف گذاشتیم که این ورش سرمایه‌داری است و این ورش کمونیسم در مفهوم کلی که میشناسیم، چون سرمایه‌داری خودش داستانی است و مارکسیست و کمونیست هم همینطور. وسط اون یا هر جایی در یه جایی میان این دو چیزی به اسم سوسیالیسم که وقتی که این سوسیال لیبرال و دموکرات باشه، من اون رو پایه‌های فلسفیش رو، پایه‌های سیاسیش رو، اقتصادی اجتماعیش رو میفهمم که منجر به دگرگونی‌های حقوقی و قانونی و به نظر من اخلاقی میشه و اون وقت است که میشه خانواده و نظام آموزش و پرورش و تعلیم تربیت رو هم باش آشنا شد. خب همین مسئله‌ای که شما دارید مطرح میکنید در مورد راه حل سوسیال لیبرال دموکرات برای جامعه بشری، این چجوری اصلا؟ اولین اصلش این است که انسان به مجردی که انسان شد حقوقی و مزایایی پیدا میکنه. اصلا مهم نیست خوبه، بده، دوست، دشمن، مؤمن، منکر، کار میکنه، نمیکنه، هیچ. یعنی یه حقی داره فقط به صرف انسان بودن و این حق در بسیاری از موارد یک 7 میلیاردیوم هرچه در زمین است. به همین سادگی، برای اینکه این طبیعت مال هیچ کس نیست و مهم نیست که ملک کی بوده و از طریق سیستم ارثی که جای گفتگو داره به کی منتقل شد. و به همین جهت است که شما اولین اصلتون این است که اصل و اساس و اصالت با انسانه. این انسانه، حالا هرچی هست، اخلاقش، رفتارش، زبونش، هرچی، سنش، سالش، و این به عنوان پای است. نه اینکه شما از اول بیاید تقسیم بکنید. شرطش اینه که زن یا مرده، بچه است یا بزرگه، سیاهه یا سفیده، مؤمنه یا منکره. شما وقتی اینجا اومدید مسئله انسانیت رو زیر سوال بردید. توی مباحث اقتصادی به دو دلیل اهمیت داره. یکی اینکه این پایه کلی است و دوم اینکه من و شما بدون هوا و غذا و آب نابودیم. با این ترتیب های جامعه آمریکا یه جامعه مدرنه؟ حتما نه. ولی در مسیری است که از یه جایی دیگه هست، برای که برای بسیار است. در مقام مؤسفانه دوستی هم رو خط رادیو همراه آمدن صحبت کردیم، ای بسا کشورهای اروپای شمالی از جامعه آمریکا از نظر کلی خیلی خیلی مدر حتما هستن. و علتش هم نمیخوام بگم در بحثی که شما اشاره فرمودید، برای اینکه به سوسیالیسم لیبرال دموکرات نزدیکترن امریکا. شما در امریکا میدید بزرگترین اتهامی که متوجه آقای اوباما بود اینه که این سوسیالیسته، گردهشون هم نبود، بعدا معلوم بود اصلا نیست. ولی چرا؟ برای که یه ذره خطش رو از خط دوستانی که سرمایه‌داری رو تنها پاسخ جهان یا امریکا میدونستن خاص زاویه بده، یک کمی به همین جدت به همین جز که حتی شما بحثای اقتصادیش رو هستم میدونید آشنا هستم، همینقدر که بخوان مینیمم ویج رو حداقل دستمزد رو از 8.9 ببرن به 13، یک قشقرقی رو انداختن که بیا و ببین. در حالی که شما و منی که در امریکا زندگی میکنیم میبینیم دیگه این کار در حد اقلش دیگه این ارزش رو باید داشته باشه. و فکر کنم در برنامه اصلی هم اشاره کردم یا خود شما اشاره فرمودید، چون برای من بسیار بسیار مهم بود، وقتی که کار من هرگز 4 برابر کار هیچ کس ارزشش نیست، وقتی کار هیچ کس رو در این جهان قبول ندارم که بیش از 4 برابر ارزش کار من باشه، تفاوت حقوق ما باید 1 به 16 باشه. به همین سادگی. یعنی هر کسی که هر کاری میکنه 1 دلار میگیره، بزرگترین کاری که میکنن. امیدوارم دوستان جراح مغز بهشون بر نخوره و جراح قلب، اونم بیشتر از 16 دلار نمیتونن بگیرن. به همین سادگی. خب شما یه دفعه نگاه کنید ماجرا رو از 1 و 16 به کجا میبرید. قبلا هم خدمتتون عرض کردم در امریکا بر اساس پایه 8 دلار شما که قراره 2000 ساعت در یک سال کار بکنید 16000 دلار گیرتون میاد. در حالی که کسانی هستن که به جای 16000 شما 160000،
1,600,000 16,160,000,000 در میگن. آخه 160 میلیون در مقابل 16,000 یعنی هزار برابر. آخه اصلا یعنی کار یه آدم هزار برابر کار یه آدم دیگه در هر ثانیه و دقیقه ارزش. خب دروغه دیگه. این فقط این یکی از مترهایی است که مدرنیسم رو با اون نگاه میکنیم. کاملا به همجاست که شنیدم، یعنی عدالت اجتماعی بخشی از مدرنیسمه. بدون تردید اصلا مفهوم عدالت مفهوم مدرنیسته. در طول تاریخ و در سنت شما یه اشاره فرمودید تو صحبت اولتون، در طول تاریخ عدالت مبنا نبوده، نظم که اسمش زور بوده مبنا بوده، هنوزم هست. سنت میگه نظم، این باید اونجا بشینه، اون باید اونجا بشینه، این باید سلام بکنه، اون باید جواب بده، اون باید اون کارو بکنه، این باید حرف بزنه، اون باید حرف بزنه، اوردر. ولی وقتی نگاه بکنید ای کاش نظم بود، اگر اوردر بود معاشر نه، ظلم و زور و تجاوزه، ظلم و زور و تجاوز و بیداده. به همین دلیل که بزرگترین مشکل مردم دنیا اینه که در صحنه اجتماعی و حقوقی آمدن عدل رو با نظم اشتباه کردن. عدالت یه مفهومی است که تعریف خاصی داره که هر کسی سهمش رو میگیره، نظم یعنی هر کسی سر جای خودش میتمرگه. خیلی با هم متفاوته. به همین دلیل که اساس این نظم هم چگونه درست کردن جناب فروزنده؟ آمدن اساس نظم رو با دو تا ستون، با دو تا میخ توی دو تا کتف من و شما کوبیدن. یکیش اسمش احترام، ریسپکت، یکیش اوبیدینس، اطاعت. و در طول تاریخ بزرگترین خیانتی که به فهم و درک انسان شده و ادیان پاسدارش بودن احترام بوده و اطاعت. و به همین جاست که یه دفعه فکر کردن محیط سربازخونه است و فرمان باید صادر بشه و دیگری باید بره بکشه و کشته بشه، و در نتیجه اسم احترام این نبوده که آداب و رعایت کنیم. من کاملا با رعایت آداب انسانی اصلا به خاطر انسان بودن موافقم، ولی این خیلی فرق می‌کنه که من پدر فقط به خاطر اینکه پدرم حرفی به فرزندم بزنم که غلط، بد، خطرناک، ضد واقعیت، ضد علم، ضد عقل، ضد اخلاق، و بعد فرزند بدبخت و بیچاره من به خاطر اینکه احترام پدر واجبه باید اون رو بپذیره و عمل کنه و در عقیده و نظر خودش تجدید نظر کنه. اسم این ریسپکته. به همجاست که جای احترام چی نشسته؟ حرمت. حرمت یعنی چی؟ یعنی تو خوبی منم خوبم. حرمت یعنی برابری. حرمت نه تنها یعنی برابری، یعنی یکسانی. حرمت یعنی که من نه از تو بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. حرمت یعنی تو ارزش داری، منم ارزش دارم. تو مهمی، منم مهمم. حرمت یعنی این که رسیدن به اون جایی که تو از من نه بهتری، نه بدتری، نه بالاتری، نه پایینتری. این مفهوم حرمته. بنابراین من به پسرم برسم برای او حرمت قائلم، اونم برای من حرمت قائله. من هرگز از اونها احترام نخواستم. رعایت آداب که سلام علیک، خب تلفن فهمید میگید الو، یعنی حرف بزن. دومیش اوبیدینس و اطاعت. تمام مدت اصلا نه تنها مطیع باش، اصلا حرفی نزن، اصلا سوالی نکن، اصلا حتی چشمتو به چشم من نینداز و وانمود نکن که یه چیز دیگه میخوای یا انتظار دیگری داری. با در طول تاریخ با دو تا میخ، با تو دو تا میخ کوبیدن تو پشتمون، ما رو انداختن زمین، به زمین دوختن، بعد رفتن سوارمون شدن. علت چه بوده؟ که بهانه نظمه. همه این حرفان به خاطر نظمه. حکومت نظامی یعنی چی؟ یعنی حکومت نظم. حکومت نظامی یعنی چی؟ یعنی بر اساس قانونی که ما وضع کردیم اگر احتمالاً از یه ساعتی بیشتر تو از خونت اومدی بیرون میتونیم تو رو بکشیم. حکومت نظامی یعنی چی؟ یعنی بریم تو رو تو دادگاه‌های نظامی بر اساس یه قانون غیر انسانی و غیر اخلاقی که مخالف اصول حقوق و عدالت، تو رو محاکمه می‌کنیم و با سرعت تو رو اعدام می‌کنیم. مشکل مردم دنیا در طول تاریخ مسئله نظم بوده که اینو با عدل اشتباه کردن، و نظم بوده که برای محکم کردنش آمدن به دو تا ستون احترام. احترام من همجاست که من با احترام مسئله دارم، برای که احترام مال بردگیه، احترام مال دوران بدبختی انسانه، احترام مال ارتشی است که میخواد بکشه و کشته بشه. برای که شما تو محیط نظامی چی دارید؟ احترام. تو محیط نظامی یه سروان به یه سربازی شما به جای احترام به حرمت در حرمت هست. هست چون مفهوم حرمت اتفاقا پایش دو چیزه. پایش اینه که من خوبم و تو هم خوبی. پای حرمت اینه که we are the same، ما عین همیم، حتی از برابری equality که یه جای دیگه است بالاتره. حرمت یعنی تقدس از آن انسانه. حرمت معناش این هست که من و شما اصلا نه بهتریم، نه بدتریم، نه بالاتریم، نه پایینتریم.
یکی 2 سالشه، یکی 7 سالشه، یکی 37 سالشه، تموم شده رفت. به عنوان یه فکت و واقعیت، اسم شما یه چیز، اسم من یه چیز دیگه هست، ولی به دنبال خودش امتیاز و برتری و برجستگی نداره. شما بر این باور هستید که منابع زیر زمین، منابع طبیعی به هیچ کشوری متعلق نیست، درسته؟ من به هیچ فردی متعلق نیست. به هیچ فردی. شما میتونید اگر یه تقسیم بندی فرض کنم جغرافیایی کردی تا حدود اون رو بپذیرید، چون در غیر این صورت شما باید در بقیه زمینه ها مسئله کل کره زمین و جنبه های بین المللی در نظر بگیرید، بیاید سراغ منابعشون. ولی مادام که شما تفکیک رو انجام دادید، حداقل در داخل خاک چینه. ببینید یه نکته اشاره فرمودید، باور و اعتقاد است، دو تا مسئله است. این باور همین گونه به وجود نیومده، اساسش دو چیزه. یکی واقعا هیچ کسی در ایجاد آب در دنیا یا زمین در دنیا یا نفت در دنیا نقشی نداشته که مالکیت اون رو داشته باشه. دوم بر اساس بحث دومی بود که اصل و اصالت با انسانه. شما اگر یه ذره راحتون کنن بعدن معتقدید که ای بس آدم ها برای نفس کشیدن باید یه پولی بپردازن به یه آدایی که نفس کش میطلبن. خب اینا گرفتاری است، یا بیاید اون رو نفی کنیم. اما این وقتی شما انسان رو اصل میپذیرید نه حرفای بیپایه رو، و بعدم میدونید که اونا هیچ نقشی در ایجاد و تولیدش نداشتن، معلوم مالکیت جنبه عمومی پیدا میکنه. حالا تا زمانی که شما این مالکیت عمومیتون در بقیه زمین هم عمومی نشده، طبیعی است که مال اون سرزمین هست. وقتی خطا رو کشیدید و به خاطر این خطا با هم میجنگید، هر وقت شما مرزها رو برداشتید و خطا رو هم برداشتید و آدم ها به راحتی تونستن در سراسر جهان حرکت کنند و زندگی کنند و کار کنند، بسیار طبیعی است که اون وقت مال همه مردم دنیاست. ولی تا اون زمان تکلیف کار مشخص است. بنابراین اساس بحثی که من داشتم یه نگاه دیگری است، چون هستالی اشاره فرمودی ما از سنت اومدیم به مدرنیسم. از نظر افکار عرض میکنم مدرنیسم خودش یه پروسه است، یه فرایندی است که در حال تغییر و دگرگونی است. بنابراین ما باید به اونجا برسیم که این مالکیت خصوصی یا حتی بعداً ملی و عمومی درباره آنچه که مربوط به طبیعت از آن هیچ کس نیست. همونطوری که الان شما هم نگاه بکنید، مثلا فرض کنید یک کشوری مرزهای آبیش ابت خاطرم نیست 9 یا 12 مایل هست یا کیلومتر هست از ساحلش، و الان میشه اینترنشنال واتر، یعنی شما را با آبهای بین المللی روبرو هستید. یعنی ما اومدیم پذیرفتیم که خب تا یه جایی مال توه، بقیه‌اش نخواد. آیا این یه تضادی نداره به اون صحبت اولتون که هر چی هست مال انسانه و انسانی که به جهان ما میاد باید از حداقل‌ها برخوردار بشه؟ بدون تعریف، ولی کسی بهش نمیده. یعنی ببینید روزی که من و شما نمیتونیم بیام امریکا زندگی کنیم، نمیتونیم بشینیم در یه جای بگیم آنچه که در زیر زمینای امریکاست مال ماست. امریکایی‌ها کپته این حرفو میزنن که هر جمال دنیاست مال ماست، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که اون بحث رو الان نمیشه مطرح کرد، چون موقع بعدن حرف این است که این مختصر طبیعتی هم که ما داریم مال همه است، بعد ما زورمون نمیرسه مال خودمون از بقیه بگیریم، بقیه من اون چیزی که مال ماست رو از اون میگیرن. بنابراین در پروسه تغییر شما اون بحث رو میتونید درست بسید که فرزند من حق انتخاب رو داره در زمینهای مختلف وقتی سنش به اونجا برسه، ولی وقتی 2 سالشه یا 7 سالشه مقدار انتخاب رو من یا شما به عنوان پدر انجام میدیم، ولی فرض رو بر این میگیریم که به یه جایی میرسه که به بلوغش و کمالش رسیده و حالا آزادی کامل داره درباره هر چی که میخواد انتخاب کنه. ولی الان شما بیاد مدعی بشید منم هیچ مسئله‌ای ندارم، مشروط بر این که همه 7 میلیارد مردم دنیا و همه سوداگران زر و زور و اتفاقا زرم کنارشون هستن به این تندر بدن، چرا که نه، همه چیز مال همه است، پس بنابراین مالکیت عمومی و همگانی میشه. ولی مالکیت عمومی و همگانی در حقیقت مسئله مرزها رو به هم می‌ریزه دیگه. حالا شما خط نمی‌تونید بکشید که اینجا امریکاست، اونجا فرض بفرمایید کاناداست. این مرزها در حال فروپاشی نیست؟ بدون تردید هست. این مرزها بیشتر از اونی که ما تصور میکنیم با سرعت داره اهمیتشو از دست میده. درست یه قواعدی درست کردن براش، ولی عملا شما میبینید داره به هم میریزه. خیلی فرق داره با گذشته ها که البته کنترلی نبود، ولی اگر کنترلی بود مانع شما میشن و خود شما هم جایی برای زندگی نداشتید. فرض کنید منی که الان 37 ساله در امریکا هستم به خاطر اینکه مرز برداشت شده، ولی من ایران اینجا چی کار میکردم و چی کار میکنم؟ و حرفان اومدن یه اصول گذاشتم، منم از اونها استفاده کردم، آمدن یه ده زیادی هم آمدن یا میتونن بیان، یه دم بر اساس همون قواعد اون حد اقلا رو چون ندارن که هیچ پایه و اساسی جز
واقعا تبعیض و زور و ظلم نیست نمیتونن بیان اگر دلشون بخواد بیان. بنابراین صحبت شما از نظر به اصطلاح جنبه پراگماتیک نداره. دقیقاً داره. ببینید جناب فروزنده، مهم واقعیت است. درست مثل که من برگردم بگم درآمد آدما قرار نیست بیشتر از 16 برابر هم باشه، کاملا پراگماتیسم داره. ولی خب شما کی میخواد اجراش کنید؟ شما الان در امریکا میتونید این حرف رو بزنید که برگردید بگید که کسی که یاد فرض کنید اینجا رو تمیز میکنه، حقوقی که میگیره، اگر هیچ راهی برای اجراش نیست، یه ایدئال نیست. من اصلا حرفی ندارم، من هیچ مشکلی برای آرمان خواهی و ایدئال ندارم. من شما در حقیقت قراره به سوی آرمان حرکت کنیم. من شما برای یاد گرفتن فیزیک و شیمی و شما یه شخصیت آرمان خواهید. معلومه من ولی ایدئولوژ نیستم. و اگر هستالی سیدی مربوط به شخصیت سالم و نرمال منو ببینید، آدم سالم آرمان خواهی، آدم سالم ایدئاله، یعنی یک کسی است که مجموعی از باورهای درست و خوبی داره که میخواد اون رو پیاده کنه. ایدئولوژی یعنی من از قبل جهت و هدف گرفتم و اون مثال مرغ است و عرض کنم مرغ پخته با مرغی که نپخته است و ما میخوریم یه وقت دیگه میشه راجع به صحبت کرد. جز 100 تا ویژگی آدم سالم اولیش اینه. و بنابراین اصلا من از این که بفرمایید که آرمان خواهی نترسونید، اگر چنین باشم افتخار میکنم، برای اینکه یکی از 100 تا علامت آدم سالم رو دارم، بقیهش رو نمیدونم. من حتی فکر ترسوندن شما رو هم نمی کنم، برای اینکه ترسوندن شما خیلی مهارت میخواد و من از اون مهارت برخوردار نیستم. به هر حال من چون نمیخوام اطمینان کنم آسیب ببینم، همچنان مواظب و مراقب هستم. لطف کردید تشوردید. من نمیگم